سلام به همه دی، روزتون بخیر، عل وعده وفا. امروز میخوام یکی از رسیپی های یلدایی رو بهتون آموزش بدم، مرغ ناردون، که کاملا به روش جدیدیه و با مرغ ناردونی که تو شمال کشور پخته میشه کاملا فرق داره. این غذا کاملا توی فر درست میشه، برای همین یه غذای سالم هم محسوب میشه و حتی بعد از یلدا هم میتونید تو منوی غذایی خانواده اونو جای بدین. حالا بریم سراغ مواد اولیه. برای این غذا ما یه مرغ کامل رو که من از مرغ سبز استفاده کردم، به خاطر اینکه میخواین مرغمون پوست داشته باشه، برای همین من از مرغ سبز استفاده کردم که سالم تر باشه. یک مرغ به صورت 8 تیکه در میاریم. حالا بازم به سلیقه خودتون، اگه دوست داشتین میتونین فقط از رون یا سینه جدا استفاده کنید. و یک دوم پیمانه ربع انار داریم، یک سوم پیمانه آب انار داریم، یک چهارم پیمانه عسل، یک قاشق غذاخوری سرکه بالزامیک، یک دونه لیمو رو آبشو میگیریم، 4 عدد سیر رو خرد میکنیم، 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون داریم و نمک و فلفل. و برای انتهای کار هم دونه انار و جعفری خرد شده داریم. حالا اولین کاری که میکنیم اینه که مرغامونو با نمک و فلفل مرینیت میکنیم و میذاریم کنار تا وقتی که سسمونو آماده کنیم. توجه هم داشته باشین وقتی که توی خونه حتی کار میکنیم، باید تختهی که برای گوشت و مرغ و سبزیجات استفاده میشه با همدیگه فرق داشته باشه. حتی تختهی که برای گوشت و مرغ پخته و خام استفاده میکنیم، اون هم باید با همدیگه فرق داشته باشه از لحاظ بهداشتی. توی سازمان بهداشت انگلیس تخته های قرمز برای مرغ و گوشت خامه. خب مرغا رو نمک و فلفل میزنیم و میذاریم کنار تا سسمون رو آماده کنیم. چون که از ربع انار داریم استفاده میکنیم، نمک زیادی نمیزنیم، به خاطر اینکه ربع انار خودش یه شوری داره. فلفل، من از فلفل میکس استفاده میکنم. مرغامون نمک و فلفل زدیم و تمام مواد سس رو با هم ترکیب میکنیم. من چون خودم خیلی ترشی که غذا دوست دارم، یک مقدار آب نارنجم اضافه میکنم. اینم بستگی به شما داره، اگه سلیقتون هست شما میتونین اضافه کنید. آب نارنج رو ریختم، ربع انار، آب انار، سرکه بالزامی، سیر خرد شده و عسل و روغن زیتون. عسل توی این غذا با ترکیب شدن با ربع انار و سرکه بالزامیک و حالا من که آب نارنج اضافه کردم، یه بالانس خوبی رو به این غذا میده. آب لیمو، غلظت این سوسی که داریم درست میکنیم بستگی به ربع انارتون داره. ربع انار من یه مقدار سفته و خیلی ربع انار خوبیه، برای همین این غلظت رو به ما داد. اگه شما ربع انار شلتری استفاده کنید، سس شلتری خواهیم داشت. سعی کنید که ربع انار خیلی خوب استفاده کنید و تقلبی نباشه، به خاطر اینکه طعم این غذا کاملا وابسته به ربع انارشه. خب حالا مرغا رو توی این مواد میخوابونیم و میذاریم حداقل نیم ساعت تا یک شب، بهترین موردش یک شبه، توی یخچال بمونه.
خب الان کاملا مرغ آغشته شدن به سسمون. من روی این ظرف تلفن میکشم، حدود نیم ساعت تا یک ساعت میذارم که یخچال بمونه تا مرحله بعدی. خب مرغا رو یک ساعت با مرینید گذاشتیم توی یخچال و توجه داشته باشین که اگه یه شب تا صبح بمونه خیلی بهتره. همون جوری که میبینین سس کاملا باید تا وسط مرغا بیاد. اگه از این ظرفای کست آیرون دارین که با همین بذارین داخل فر، اگه نه که یه ظرف مخصوص فر که ترجیحاً تو همون بخواین سروش کنین. با توجه به کوچیکی و درشتی مرغای شما بین 35 45 تا 50 دقیقه در حرارت 200 درجه سانتیگراد بذارین بمونه و بعد از اون چکش کنین و دما رو 20 درجه ببرین بالاتر و از سسش بریزین روی مرغا، دوباره بذارین تا سسش کاملا کشیده بشه و مرغا کاملا تیره بشه. حالا من الان اینو میذارم داخل فر و بعد از 35 تا 40 دقیقه در میاریم و مرحله دوم رو با هم میریم. خب مرغا پختن، فقط دمای فر رو یک مقدار میبریم بالاتر که کاملا این سسش غلیظ بشه و از سسم روی مرغا میریزیم و با براش میزنیم. خب بعد از این که مرغ پخت از فر درش میاریم و از مواد سس روش میریزیم و دوباره برمیگردیم توی فر و حدود 20 تا 30 درجه دماشو میبریم بالاتر تا کاملا یه سس غلیظی به ما بده. بعد از اون زمان غذای ما حاضره و روشو با انار تازه و جعفری گارنیش میکنیم. امیدوارم که دوست داشته باشید و این غذا رو برای یلداتون درست کنید و حتما عکسشو برامون بفرستید. مرسی.